شکر. سلام میگم به تک تک شما عزیزان دل در طبقه پایین، در طبقه بالا، طبقه بالاتر. امیدوارم دیگه کسی ننشسته باشه چون بالا کاملا پره، خدا رو شکر. امیدوار هستیم که محدودیت ها به زودی برداشته بشه که همه رو بتونیم پایین با همدیگه داشته باشیم. خیلی خوشحالم و افتخار دارم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستم، همینطور عزیزانی که از طریق یوتیوب ما رو میبینند. ما آخر هفته گذشته با خادمین عزیز کلیسای آلفا اومگای برمن در سمیناری بودیم. سمینار فوق‌العاده عالی بود، خدا اونجا خیلی ما رو برکت داد از طریق روح قدوس خودش. و بعد از 6 ماه که کلیسای اونها تعطیل بود، از هفته آینده جلساتشون برگزار میشه. برای این عزیزان هم در دعا باشید تا با یک قوت تازه، با یک روح تازه، با یک قلب تازه بتونن جلسات خودشون رو شروع کنن. ما یک سوال میخوام پیام خودم رو شروع کنم و یه مقدار صدای من برای خود من میپیچه یا برای شما میپیچه؟ برای همه میپیچه؟ روح القدسه که میپیچه. اوکی، یکم صدای منم با روح القدس میپیچه. یه سوال یا یه چالش میخوام بهتون بگم. اگر فرض کنیم با هم این رو، خدای نکرده و دور از جون و زبونم لال و اینا رو هم بذاریم کنار، اگر روح القدس بیاد با شما صحبت کنه و بگه که تو فردا آخرین روز زندگیت هست و فقط یک دعا میتونی بکنی برای خانواده خودت، و یک دعا، هر دعایی که بکنی، یعنی یک دعا رو من قول میدم که برای خانواده تو برآورده بشه. خب اونایی که فرزند دارن مسلماً برای فرزندشون، بچه هاشون، کسایی که مثل من مجرد هستن، خب خانواده داریم، عزیزان داریم. یکم فکر کنید الان بخواید یک موضوعی رو به روح القدس بگید، فقط یه چیزی رو. سلامتی 100% روح القدس میتونه کار کنه، فرزندان شما سالم باشن ولی تا آخر عمر فقیر باشن، ندار باشن، بی پول باشن، درسته؟ ولی میتونن سالم باشن دیگه، ولی بی پول و ندار باشن، محتاج باشن. پس سلامتی تنهایی هم شاید نباشه، حکمت، نجات. اوکی، نجات میتونه یه نفر نجات پیدا کنه ولی تا آخر عمرش در بستر بیماری باشه، در مریضی باشه، در درد باشه. پس میبینیم خیلی سخته اگه ما بخوایم یک چیزی رو انتخاب کنیم و بخوایم برامون یک موضوع دعا کنیم به عنوان آخرین دعای زندگی ما که بدونیم که برآورده میشه. عیسی مسیح خداوند در این شرایط قرار گرفت. عیسی مسیح خداوند در آخرین دعای خودش، آخرین دعایی که از اون نوشته شده، ثبت شده، برای شاگردان خودش، برای خودش، برای نه فقط شاگردان بلکه برای ما که پیروان او هستیم، در انجیل یوحنا باب 17 یک دعا کرد. تنها قسمتی از 4 انجیل هستش که از آن دعای عیسی مسیح رو با جزئیات کامل نوشته، دعایی که عیسی مسیح پیش از دستگیری خودش در باغ جتسیمانی انجام داد. از آن آخرین دعای عیسی بود که دیگران میشنیدند و نوشته شده. زود انداختی خواهر الیزا، توجه ها میره الان اونجا همه. از اون آخرین آرزوی عیسی به نوعی برای من و شما بود، آخرین دعای او بود. او میدونست که به زودی کشته میشه، میدونست به زودی دستگیر بشه. او پسر خدا بود، او خودش خدا بود. پس در این لحظات الکی دعایی نکرد. از اون وقتی که داشت عزیزان میخواست به نحو احسن استفاده کنه. میشه به نوعی گفت آخرین دعای او در اون لحظه بیان کننده مهمترین و عمیق‌ترین نیاز شاگردان بود، مهمترین و عمیق‌ترین نیاز امروز من و شما بود، حیاتی‌ترین نیاز کلیسا بود. بعد از اینکه برای خودش دعا میکنه، برای شاگردان دعا میکنه، برای من و شما دعا میکنه. در انجیل یوحنا باب 17 آیه 20 تا 23، درخواست من تنها برای آنها نیست، یعنی برای شاگردانش فقط، بلکه همچنین برای کسانی است که به واسطه پیام آنها به من ایمان خواهند آورد، تا همه یک باشند، همان گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو. چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای و من جلالی را که به من بخشیدی به دیشان بخشیدم، تا یک گردند، چنان که ما یک هستیم، من در آنان و تو در من. چنان کن که آنان نیز کاملا یک گردند، تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای و ایشان را همان گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتیم. عزیزان، عیسی در این لحظات حساس و مهم فقط یک دعایی رو برای کلیسا کرد، برای جمع ایمانداران کرد، برای پیروان خودش کرد
و اون هم یک شدن و اتحاد بود. موضوعی که هفته گذشته از کشیش نسرین عزیز شنیدیم، جلسه چهارشنبه برادران. عیسی در اون لحظه برای خیلی چیزای دیگه میتونست دعا کنه. میتونست دعا کنه که شاگردانش پر از قوت باشند. میتونست دعا کنه که شاگردانش به تمام دنیا برن و خبر نجات رو برسونن. میتونست دعا کنه که شاگردان پر از عطایای متفاوت باشند. میتونست برای حفظ و حراست اونها از دشمن و خطرها دعا کنه. میتونست برای سلامتی اونها دعا کنه. میتونست برای خیلی چیزها دعا کنه. اما انگار، نه عزیزان انگار، بلکه عیسی در اون علم مطلق خودش یک چیزی رو میدونست. عمیق‌ترین نیاز رو میدونست که اگر شاگردان اون رو داشته باشن به همه چیز خواهند رسید، به قدرت خواهند رسید و میتونن کارهای بزرگ انجام بدن. و اون اتحاد کلیسا بود، اتحاد ایمانداران بود. و انگار باز هم به نوعی میدونست که در آینده بزرگترین موزل و مشکلی که کلیسا باهاش روبرو خواهد بود اتحاده. برای همین چند بار این موضوع رو به حضور خدا میاره. عیسی چند بار تکرار میکنه تا اونها یک بشن، تا اونها کاملا یک بشن، تا اونها همونطوری که من و تو یکیم اونها یک بشن. عزیزان عیسی مثل من و شما کلمه کم نمی آورد تو دعا که یک کلمه یا عبارت رو چند بار تکرار کنه، بلکه عزیزان او مطابق میل خودش هم دعا نمیکرد، مطابق فکر خودش هم دعا نمیکرد. او اراده پدر رو میدونست، او اهمیت این موضوع یک شدن رو میدونست. برای همین در این قسمت اصرار کرد در دعای خودش. عزیزان یک شدن ایمانداران، اتحاد من و شما، اتحاد من و شما تنها آرزو و خواسته و دعا، خواسته و دعای عیسی پیش از مرگش بود. این بزرگترین خواسته عیسی بود، بزرگترین آرزوی او بود. و حقیقت عمیقی تو این آیه ها نهفته است. تو آیه 23 قسمت آخر میگه چنان کن که آنان نیز کاملا یک گردند تا جهان بداند که تو مرا فرستادی. چنان کن که من و تو یک بشیم تا جهان بدونه که عیسی ما رو فرستاده. آیا شیطان میخواد که مردم جهان بفهمند که خدا پسر یگانه خودش رو فرستاد تا به او ایمان بیارن و نجات پیدا کنه؟ آیا شیطان میخواد؟ پس به خاطر اینکه عزیزان قسمت دوم آیه انجام نشه، تا جهان ندونه که خدا پسر یگانه خودش رو فرستاد برای نجات اونها، برای حفظ کردن اونها از هلاکت، چی کار میکنه؟ به قسمت اول آیه دسترازی میکنه. و من و تو اگه ندونیم، من و تو ایماندار، من و تو عزیزان نادانسته و ناخودآگاه به جای اینکه همکار خدا باشیم که عیسی رو به دنیا معرفی کنیم، میتونیم همکار شیطان بشیم تا جهان نفهمه که خدا عیسی رو فرستاد برای نجات اونها. و این خیلی مهمه عزیزان که من و شما آگاهانه بدونیم که در کلیسا چطور زندگی میکنیم. آیا واقعا با خدمتمون، با رفتارمون، با شخصیتمون همکار خدا هستیم در کلیسا یا همکار شیطان هستیم؟ شاید این کلمه سخت باشه برای یه نفر شنیدن یا اصلا کلن بخوایم درک کنیم، اما حقیقتی عزیزان، با هم یک شدن، اتحاد، متحد بودن. ما هفته گذشته در مورد ثمرات اتحاد شنیدیم که چه برکت هایی میاد، چه اتفاقات عالی میفته. اما امروز میخوایم با هم ببینیم از کلام خدا که چطور ما میتونیم به این اتحاد برسیم، چطور ما میتونیم این اتحاد عالی و آسمانی رو در بین خودمون تجربه کنیم. و یه درس عالی که من از کشیش نسرین یاد گرفتم اینه که قبل از اینکه توضیح بدم یه چیزی چی هست، توضیح میدم یه چیزی چی نیست. این خیلی بیشتر کمک میکنه که متوجه بشیم یه چیزی چی هست. اول بیایم ببینیم اتحاد چی نیست. از آن اتحاد لزومن هر روز با هم ساعتها وقت گذاشتن، با هم صحبت کردن، با هم بیرون رفتن، با هم شام و نهار خوردن، مداوم کارهای مشترکی رو انجام دادن نیست. اتحاد لزومن به خونه های همدیگه رفتن، با همدیگه خوابیدن، با همدیگه بیدار شدن، با همدیگه مسافرت رفتن، لزومن اینها نشان دهنده اتحاد نیست. عیسی و شاگردانش رو نگاه میکنیم. یهودای اسخریوتی 3.5 سال با عیسی همراه بود. نهار و شام زیادی با هم دیگه خوردن. سفرهای زیادی با هم دیگه رفتن. خدمتهای زیادی با هم دیگه کردند. اما او هرگز با عیسی در اتحاد نبود. او شبهای زیادی رو در یک اتاق همراه عیسی خوابید.
او در دعاهای مشترک متفاوت زیادی با عیسی بود، اما هرگز با عیسی یک نبود. برعکس، ما نامه پولس رسول به رومیان رو میبینیم. پولس رسول هرگز کلیسای روم رو ندیده بود موقعی که نامه‌شو داشت مینوشت. افراد دیگه ای اونجا رو بنا و تأسیس کرده بودن و پولس شنیده بود از اون ایمانداران و به اونها رساله ای نوشت. نوشته من هرگز شما رو ندیدم، اما هر موقع از شما میشنوم دل من پر از شادی میشه، پر از خوشحالی میشم، چقدر با شما احساس نزدیکی میکنم، با احساس یکدلی میکنم. او هرگز اونها رو ندیده بود، آرزو داشت، میگفت آرزو دارم در راه اسپانیا بتونم بیام و از شما دیدن کنم. ولی در یک اتحاد خیلی عمیقی خودش رو با کلیسا، با افرادی که هرگز ندیده بود، احساس میکرد. از آن همه مواردی که من گفتم، با همدیگه غذا خوردن، رفت آمد کردن، مسافرت کردن، با همدیگه نشستن و برخواستن، همه اینها میتونه اتحاد رو تقویت کنه، اما اول اتحادی باید باشه، یک اتحاد حقیقی، تا به وسیله اینها تقویت بشه. تا اتحادی عزیزان بین من و شما نباشه، هر روزم شما بیاین ما با همدیگه شام و نهار بخوریم، هرگز از اتحاد خبری نیست. اتحاد دیگه چی نیست؟ لزوما ما در مورد یک چیز یکسان، سلیقه یکسان داشته باشیم، این نشان دهنده اتحاد نیست. در مورد یک چیز ما فکر مشترک داشته باشیم، این نشان دهنده اتحاد نیست. من و شما میتونیم با هم دیگه اتحاد داشته باشیم، اما سلیقه کاملا متفاوتی داشته باشیم. در مورد یک موضوعی فکرامون متفاوت باشه، انتخابهامون متفاوت باشه. و اینکه ما خیلی به همدیگه محبت میکنیم، به همدیگه احترام میذاریم، همدیگر بغل میکنیم، هی با کلمات قربون صدقه همدیگه میریم، نه با همدیگر هر بار میبوسیم، عزیزان نشانه اتحاد نیست. بعضی از بوسه ها طعم خیانت میده، مثل بوسه یهودا بر صورت عیسی طعم خیانت میداد برای عیسی. و بعضن چقدر امروز هم میشه طعم این بوسه ها رو چشید. پولس رسول در رساله افسوسیان باب 4 آیات 1-3 از کلیسای افسوس تمنا میکنه، التماس میکنه، میگه پس من که به خاطر خداوند در بندم، در زندانم، از شما تمنا دارم، از شما التماس میکنم، به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده رفتار کنید. از شما التماس میکنم، به شایستگی اون دعوت رفتار کنید. چطور رفتار کنید؟ در کمال فروتنی و ملایمت و با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید. به سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی را که از روح است به مدد رشته صلح حفظ کنید. از آن پولس به کلیسای افسوس میگه اون دعوت خودتون رو، خطاب و خواندگی خودتون رو، جایگاهی که دارید رو به شایستگی درش رفتار کنید. از آن رفتار من و شما، خطاب و خواندگی ما رو میتونه بالا ببره یا پایین ببره، شایسته بودن ما رو میتونه بیشتر کنه و یا کمتر کنه. چطور میشه در اتحاد زندگی کرد؟ اولین چیزی که پولس میگه در کمال فروتنی، غرور عزیزان دشمن جماعته، غرور دشمن اتحاده، غرور دشمن یک شدنه، غرور دشمن نزدیک شدنه. غرور نمیخواد دعای عیسی انجام بشه. و بسیاری از عزیزان اتفاقات، مشکلات، تفرقه ها، جدایی ها، بحث ها، جدل ها که در کلیسا اتفاق میفته عزیزان به خاطر عدم فروتنی و بودن غروره. و هر کدوم ما اگه مراقب نباشیم درش میفتیم، اول از همه خود من که بارها و بارها افتادم درش. افرادی که مغرور میشن در جایی قرار میگیرن که خودشونو بالاتر میبینن، خودشونو برتر میبینن، خودشونو بزرگتر میبینن، و اگر در اون جایگاه ها قرار نگیرند دچار عصبانیت میشن، دچار خشم میشن، چون نتونستن خودشون رو و جایگاه خودشون رو ابراز کنن. و افرادی که دچار غرور میشن، فروتنی ندارن، شروع میکنن در کلیسا این تلخی خودشون رو، این درد خودشون رو، این سمی که در درون خودشون هست رو به دیگران منتقل کردن، فضا رو آلوده کردن، مسموم کردن. و متاسفانه افرادی هم هستن در کلیسا که تحت تاثیر قرار میگیرن. غرور همیشه به تو میگه تو با بقیه فرق داری. غرور همیشه به تو میگه تو بهتر از بقیه هستی، تو باید بالاتر از بقیه باشی. غرور به تو میگه حق تو رو خوردن، سهم تو رو به تو نمیدن. غرور هست که در تو فریاد میزنه چرا دیگران، پس من چی؟
ولی کلام خدا در مقابل همه اینها در اول پتروس باب 5 آیه 6 میگه پس خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب شما را سرفراز و سربلند کنه. خیلی از ما دنبال سرفراز شدن، بلند شدن و سربلندی هستیم، اما خودمون داریم زور میزنیم که به یه جایی برسیم. اما کلام خدا میگه خودت رو فروتن کن و بگذار خدا در زمان مناسب که اون میدونه. یه نکته هست، از نباید اشتباه بگیریم. این که تو بدونی در قسمت‌هایی تو بهتر از دیگران هستی اصلا بد نیست. وقتی تو عطایای خودت رو بشناسی، وقتی تو بدونی که تو یک عطیه‌ای داری که دیگری نداره، خواندگی که خدا به تو داده رو بشناسی، خواندگی خدا نه خودت، این کاملا طبیعیه. ولی نه اینکه این باعث بشه تو خودت رو برتر از یکی دیگه بدونی، یک چیز خاصی بدونی. رفتار بد و زننده دیگه‌ای که از غرور سرچشمه می‌گیره اینه که خیلی زود از رفتار و گفتار دیگران دلگیر و افسرده میشیم به خاطر وجود غرور، همون چیزی که خواهرم رومینا اشاره کرد، حاضر نیستیم ببخشیم. عدم بخشش عزیزان ریشه در غرور داره، باعث جدایی و کدورت میشه. به خاطر همین میگه اولین چیزی که میگه در کمال فروتنی، و تشویقتون میکنم عزیزان، هر کسی که گوش نداده و چه کسی که گوش داده، تعلیم عالی و بی‌نظیر دو هفته پیش کشیش نسرین عزیز رو حتما گوش بدید در جلسه خواهران که در مورد فروتنی و غرور بود. یکی از راههایی که میتونیم بفهمیم فروتن هستیم یا نه چی هستش؟ چقدر انتقاد پذیر هستیم؟ چقدر باز هستیم که کسی اشکالات ما رو به ما بگه، کسی ضعف‌های ما رو به ما بگه، کسی از ما انتقاد کنه؟ چقدر میتونیم در سکوت با ملایمت، بدون عصبانیت، بدون هرس خوردن، بدون اینکه بازم به قول خارنسی فعل و انفعالات شیمیایی در ما به وجود بیاد، بخوایم شروع کنیم از خودمون دفاع کردن، هر چیزی رو توضیح دادن، خودمون رو ثابت کردن، چقدر تعلیم پذیریم، چقدر نصیحت پذیریم؟ اما نصیحت و انتقاد و اصلاحی رو که درست باشه عزیزان، بعضی از انتقادها برای تخریب کردنه، برای خراب کردنه، برای پایین کشیدنه. منظور من از انتقاد و نصیحت و اصلاحی که از قلب پر از محبت میاد و عزیزانی که خادم هستن، در جایگاه مسئول روحانی هستن، هرگز کسی رو اصلاح بهش نرید، اصلاح نکنید. هرگز کسی رو نصیحت نکنید. هرگز از کسی انتقاد نکنید قبل از اینکه مطمئن باشید اون شخص از محبت قلبی شما نسبت به خودش آگاهه. تا قبل از اینکه اون شخص مطمئن نشده که تو حقیقتاً او رو دوست داری. هرگز، چون نمیپذیره. اما وقتی که محبت باشه واقعا میپذیره. بارها و بارها شده پاستور عزیز و خواهر نسرین عزیز به من انتقاد میکنن، من رو اصلاح میکنن، در خدمتم، در رفتارم، در شخصیتم. شاید بعضی جاها یه جای دردم بگیر، ولی وقتی فکر میکنم میگم اینها منو دوست دارن، اونها منو دوست دارن و میخوان که من در خدمتم بهتر بشم، میخوان که من بلند کرده بشم، میخوان که من بالا کشیده بشم. انتقاد اونها، نصیحت اونها، اصلاح اینها نیست که من خراب کنن، منو پایین بکشن. بر همین جای در کلام خدا در امثال میگه، میگه توبیخ مثل روغنه، مثل روغنی بر سره که برکت میده. انتقاد مثبتی که از محبت و عشق میاد، نه از حسادت و بخل و غضب. عامل مهم دیگری که پولس بهش اشاره میکنه، میگه در بردباری، در صبر یکدیگر رو تحمل کنید. در سایه صبر و تحمل عزیزان که ما میتونیم اتحاد رو در کلیسای خودمون نگه داریم. هر کدوم ما مشکلات و ضعف‌های خاص خودمون رو داریم، هر کدوم ما، و بعضا چشم خودمون به ضعف‌های خودمون بسته میشه و فقط ضعف‌های دیگران رو میبینیم. من یک بار میگم، یک بار چون این بزرگترین بارش بود، بعدش هر بار سعی میکنم خودم به خودم این جمله رو تکرار کنم. چند سال پیش بود، خیلی خودم رو خیلی خوب میدونستم و خیلی ضعف‌های دیگران خیلی بر من دیگه طاقت فرسا شده. یک روز واقعا خیلی با روحانی رفتم در حضور خدا، گفتم ای خدا من تا به کی من باید این افراد رو تحمل کنم؟ تا کی من باید اینو تحمل کنم؟ این چرا عوض نمیشه؟ چرا همینطوری؟ چرا همونطوری؟ چرا اینطوری؟ همینجوری داشتم دعا میکردم و یهو سکوت کردم و صدای خدا رو شنیدم. گفت همونطوری که دیگران تو رو تحمل میکنن، همونطور هم تو دیگران رو تحمل کن. و اونجا دکمه غلط کردم رو زدم. همونطوری که دیگران ما رو تحمل میکنن عزیزان، همه ما،
همه ما قسمت‌هایی داریم، رفتارهایی داریم، اخلاق‌هایی داریم، شخصیت جای شخصیت ما هست که غیر قابل تحمله و بعضا خودمون هم میدونیم. من اگه کسی بخواد میتونم تمام اخلاق‌های غیر قابل تحملمو میتونم بگم و میتونم که برادر و خواهرای من که کنار من هستن، کلیسا، هم خدمتی‌ها دارن منو با اونها تحمل میکنن و محبت میکنن. پس ما هم از آن همینطور باید دیگران رو تحمل کنیم، خطاهای همدیگر، اشتباهای همدیگر، اما نه گناههای همدیگر رو. گناه رو قاطی نکنیم. پس لازمه که از آن ما متحمل یکدیگر بشیم در محبت، با محبت همدیگر رو تحمل کنیم. ما باید مشکلات و ضعف‌های همدیگر رو قبول کنیم. پس از بعد از غرور، از آن عامل دیگه‌ای که باعث جدایی و تفرقه میشه، روحیه ایرادگیری و انتقادهای نه مثبت بلکه مخرب در کلیسا هستش و این حقیقتاً موفق‌ترین اسلحه شیطان برای برهم زدن اتحاده. پس چقدر لازمه که ما بتونیم با صبر و تحمل، عزیزان، افرادی که خلاف میل ما زندگی میکنن، خلاف میل ما سخن میگن، خلاف سلیقه ما با ما رفتار میکنن، اونها رو تحمل کنیم. و سومین عاملی که میگه حفظ و نگهداری این اتحاد در محبته. او از اعضای کلیسا خواهش میکنه متحمل یکدیگر در محبت باشید. و این محبت موقعی جواب میده، همون چیزی که خواهرمون رومینا گفت، که همدیگر رو ببخشیم، اشتباهات همدیگر رو ببخشیم. پولس رسول در افسوسیان باب 4 آیه 32 میگه همدیگر رو عفو نمایید، همدیگر رو ببخشید، چنان که خدا در مسیح شما رو آمرزید. عزیزان، بنابراین متوجه میشیم به منظور عزیزان ایجاد اتحاد و یک دلی در کلیسا سه اصل باید وجود داشته باشه: فروتنی، تحمل و محبت. فروتنی، تحمل و محبت هستش که ما رو در اون اتحاد آسمانی قرار میده. آیه 3 میگه به سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی را که از روح هست به مدد رشته صلح حفظ کنید. از آن من و تو باید برای برقراری اتحاد تلاش کنیم. فقط برای اتحاد دعا کردن کافی نیست، وگرنه پولس میگه بس دعا کنید برای اتحاد. میگه به سعی تمام بکوشید. من و شما باید تلاش کنیم، سعی کنیم با محبت، با تحمل، با فروتنی که این اتحاد، این رشته صلح رو برقرار کنیم. رومیان باب 15 آیه 5 تا 7 میگه اینک خدای بخشنده پایداری و دلگرمی به شما عطا کند که در انطباق با مسیح عیسی با یکدیگر هم فکر باشید، تا یک دل و یک زبان خدا یعنی پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید کنید. پس همان گونه که مسیح شما را پذیرفت، شما نیز یکدیگر را بپذیرید تا خدا جلال یابد. قسمت عالی که تو این آیه برای من بود که خیلی توجه منو جلب کرد، اینجا نمیگه که در انطباق با همدیگه یک فکر و یک زبان باشید. میگه در انطباق با مسیح عیسی با همدیگه یک فکر و یک زبان باشید. و واقعا یه چیزی یادم اومد. من 2 سال پیش یه دوره وایتابیلدونگی رو گذروندم و اونجا نرم افزاری رو یاد میگرفتم، چند تا نرم افزار. و اینطوری بود که ما تو این مؤسسه‌ای که من ثبت نام کردم، کلاس‌ها حضوری برگزار نمی‌شد. کلاس‌ها به صورت آنلاین بود و ما اونجا یک ویرچوال قاومی داشتیم، یک اتاق مجازی داشتیم. و وقتی که وارد اونجا می‌شدیم، در واقع وصل می‌شدیم به کامپیوتر استاد که در شهری شهر دیگه بود و از تمام آلمان اونجا بودند. یعنی ما حدوداً 40 نفر بودیم از شهرهای مختلف. در اون زمانی که ما وصل می‌شدیم، با توجه به اون یوزرنیم پسوردی که داشتیم، ما همه با هم دیگه در یک رابطه قرار می گرفتیم. تمام افرادی که در شهرهای مختلف آلمان بودیم، همه با هم دیگه می تونستیم به یک مدارکی دسترسی پیدا کنیم و اون استاد هر چیزی که تو کامپیوتر خودش می ذاشت ما همه می دیدیم. این رابطه موقعی برقرار می شد بین ما که ما هر کدوم جداگونه به سرور اصلی که کامپیوتر استاد بود وصل می شدیم. عزیزانی که کامپیوتر میدونن خیلی این رو باحتر متوجه میشن. وقتی ما هر کدوم به یک سرور اصلی وصل میشدیم، اون موقع همه با هم دیگه در یک رابطه یکسان قرار میگرفتیم، همه چیزو میتونستیم با هم دیگه داشته باشیم. و عزیزان، اتحاد، یک دلی موقعی در ما به وجود میاد که هر کدوم ما تکی به سرور آسمان وصل باشیم، هر کدوممون جداگونه
به عیسی هر روز از طریق کلامش وصل بشیم، از طریق دعا، از طریق تسلیم. و وقتی که تو وصل بشی، خود جدا، هر کدوم ما اگه وصل بشیم، عیسی اگه یک تصویری برای کلیسا داشته باشه فقط به یکی دو نفر نخواهد داد، بلکه در قلب همه قرار خواهد گرفت. مثل همون کامپیوتر استاد که وقتی یه تصویر میذاش ما همه میدیدیم، چون وصل بودیم. اگر کسی در کلیسا هست و خدای نکرده خودشو در عدم اتحاد با کلیسا میبینه، سعی نکن با کلیسا اول، با کلیسا یا با شبانان کلیسا اتحاد برقرار کنی. سعی کن اول از همه با سرور اصلی در آسمان اتحاد برقرار کنی، با اون منطبق بشی. اون موقع هستش که یک دل و هم فکر میشیم. و میگه همان گونه که مسیح شما رو پذیرفت، شما نیز یکدیگر رو بپذیرید. مسیح چطور ما رو پذیرفت عزیزان؟ زمانی که ما آدمای خوبی بودیم، زمانی که عادل بودیم، زمانی که بیگناه بودیم، زمانی که او رو پرستش میکردیم، در زندگی فروتنانه بودیم، زمانی که وقف خدا بودیم. نه، کلام خدا میگه زمانی که ما در نافرمانی ها و گناهان خودمون مرده بودیم. جای دیگه پولس میگه زمانی که ما دشمن خدا بودیم، زمانی که در باطلاق کثیف گناه، در اون لجن بوی گند داشتیم زندگی میکردیم. خیلی ها مثل من شاید اصلا دنبال خدا نبودند و او ما رو انتخاب کرد. مسیح اینگونه ما رو پذیرفت عزیزان. نگفت برو اول یه سری کارهایی رو انجام بده، سالها خوب زندگی کن، درست زندگی کن، نماز بخون، روزه بگیر، صدقه بده، اگه آدم خوبی باشی آخر کارهای ثواب تو بیشتر باشه تو رو میپذیرم. نه، همونطور که ما بودیم مسیح من و تو رو پذیرفت. میگه همان گونه که مسیح شما رو پذیرفت، شما نیز یکدیگر رو بپذیرید تا خدا جلال بیابه. ما برای این خوانده شدیم عزیزان. رومیان باب 12 آیه 14 تا 18: برای کسانی که به شما آزار میرسانند برکت بطلبید. سخت هستش خواهر رومینا. برکت بطلبید و لعنت نکنید. با کسانی که شادمانند شادی کنید، با کسانی که گریانند بگرید. برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید. مغرور نباشید، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند معاشرت کنید. خود را برتر از دیگران مپندارید. به هیچ کس به سزای بدی بدی نکنید. دقت کنید که آنچه را در نظر همگان پسندیده است به جای آورید، اگر امکان دارد تا آنجا که به شما مربوط می شود، تا جایی که از عهده من و تو بر میاد، با همه در صلح و صفا زندگی کنید. این خواندگی من و توست عزیزان. این روش زندگیه. یک ایمانداریست که میخواد در قلب متحد زندگی کنه، میخواد در قلب متحد زندگی کنه. فیلیپیان باب 1، من چند آیه‌ای که میخورد رو به این کلام با قلب من صحبت کرد و انتخاب کردم. فیلیپیان باب 1 آیه 27: فقط از شما میخواهم که به شیوه شایسته انجیل مسیح رفتار کنید. باز هم رفتار کردن ما رو میاره جلو. به شیوه شایسته انجیل مسیح رفتار کنید، تا خواه بیایم و شما رو ببینم و خواه در غیابم از احوالتان بشنوم، خاطرم آسوده باشد که در یک روح استوارید و چون یک تن دوش به دوش برای ایمان انجیل مجاهده می کنید. که چون یک روح استوارید و چون یک تن برای ایمان خودتون، برای انجیل دارید مجاهده می کنید. تصویر خیلی زیبایی رو پاستور چند هفته پیش به ما دادند. در این مسابقه تناب کشی که داریم تنابی رو میکشیم برای یک هدف، در این کلیسا، در این مسیری که داریم میریم، هر کدوم با توجه به جای خودمون، خواندگی خودمون، کوچیک یا بزرگ، هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که آیا همه ما در یک مسیر هستیم و داریم این تناب رو میکشیم؟ آیا همه با هم داریم میکشیم؟ میگه دوش به دوش برای ایمان انجیل مجاهده کن، یا نه هر کدوممون مطابق میل خودمون. من از این خواهر خوشم نمیاد، از اون برادر خوشم نمیاد، اون زیاد سلیقه من نیست، پس من میرم اون ور وای میستم میکشم. از اون حتی اگه یک نفر، وقتی همه دارن به یک مسیر میکشن، حتی اگه یک نفر بره یک طرفه در جهت خلاف بکشه، میتونه زحمت تمامی این افراد رو باطل کنه.
چون میتونه مسیر رو عوض کنه، مسیر رو کچ کنه، حتی یک نفر. فیلیپیان باب 2:1-5، اگر در مسیح دلگرمید، آیا دلگرمی مسیح در قلب‌های شما هست؟ دلگرمی مسیح در قلب‌های شما هست؟ اگر محبت او مایه تسلی شماست، آیا محبت مسیح در دل‌های شما هست و شما رو تسلی میده؟ اگر در روح رفاقت دارید، آیا زندگی با روح القدس رو تجربه می‌کنید، رفاقت و شراکت با او رو؟ تجربه می‌کنید؟ آمین. تجربه می‌کنید؟ اگر از رحم و شفقت برخوردارید، پولس میگه اگه اینها رو دارید، پس بیایید شادی من رو به کمال برسونید و با یکدیگه وحدت نظر و محبت متقابل داشته، یک دل و یک رأی باشید. هیچ کاری رو از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران رو از خود بهتر بدانید. هیچ یک از شما تنها به فکر خودش نباشه، بلکه به دیگران نیز بیندیشید. همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت. اگر عزیزان محبت عیسی در دلهای ما ریخته شده، اگر با روح خدا رفاقت و شراکت داریم، اگر از رحم و شفقت برخورداریم، پس میتونیم با همدیگه وحدت نظر داشته باشیم، میتونیم محبت متقابل داشته باشیم، میتونیم یک دل و یک رأی باشیم. و عزیزان، کسی که در کلیسا اتحاد رو نگه نمیداره، کسی که در کلیسا اتحاد رو نگه نمیداره، برای حفظ و رسیدن و بیشتر شدن این اتحاد تلاش نمیکنه، برای او اصلا مهم نیست که این اتحاد الهی و آسمانی در کلیسا برقرار بشه. اگر کسی هست که در مسیر یک دل شدن با کلیسا نمیره، او همکار خدا نیست. و نه فقط این، اگر کسی این کارها رو نمیکنه، سعی نمیکنه، بلکه به ضد اون شروع میکنه به عمل کردن، به ضدش چی هستش؟ در حال غیبت کردن، سخن چینی کردن، بدگویی برادر و خواهرها رو پیش دیگران بردن، گناه یک نفر دیگه ای رو پیش کسی آشکار کردن، کسی که باعث ایجاد تفرقه و دو به هم زنی بین از افراد کلیسا میشه، کسی که سعی میکنه آبروی یک نفر دیگر رو پیش کسی دیگه ببره، کسی که نمیتونه گناهان دیگران رو ببخشه، کسی که به بهانه درد و دل، کسی که به بهانه درد دل هر چیزی که از فکرش رد میشه رو بیان میکنه، این شخص عزیزان فقط برای یک هدف داره تلاش میکنه و اون هم رسیدن شیطان به هدف خودش روی این زمین هست. پس به جرأت میتونم بگم که همکار شیطانه. مکاشفه باب 3 خیلی زیبا عیسی گفت به کلیسای فیلادلفیا، آنان که از کنیسه شیطانند ولی خود را یهود میدانند. کسانی بودند، کنیسه محلی بود که یهودی‌ها در آن جمع می‌شدند و خدا را عبادت می‌کردند. یوحنا اخطار می‌کنه به کلیسای فیلادلفیا، میگه کسانی هستند که از کنیسه شیطان هستند ولی خودشون رو یهود می‌دونند، خودشون رو قوم خدا می‌دونند. و این افراد میتونه در کلیساها وجود داشته باشه، کسانی که همکار شیطانند ولی خودشون رو همکار خدا میدونند، خودشون رو قوم خدا میدونند. آمین که از آن در کلیسای ما نیست، اما اگر هست من یک دعا میکنم، همون دعایی که عیسی مسیح در انجیل متی باب 15:13 کرد، هر نهالی که پدر آسمانی من در این کلیسا نکاشته ریشه کن بشه. تنها دعایی رو میکنم همون دعایی رو که عیسی کرد، هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته ریشه کن بشه. و در آخر عزیزان، ثمره اتحاد چیه؟ هرگز عزیزان نمیشه در مورد اتحاد صحبت کرد و مزمور زیبای 133 رو نخوند، حتی اگه هر هفته بخوایم بخونیم. اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران و خواهران، قوم خدا، مقدسین، ایمانداران به یک دلی با هم به سر ببرند. همچون روغن خوشبو بر سر است که بر ریش فرود می آید، بر ریش هارون که تا به یقه ردایش فرود می آید، همچون شبنم هرمون است که بر کوههای صهیون فرود می آید. زیرا آنجا جایی که اتحاد و یکدلی آسمانی هست، خداوند برکت خودش رو امر فرموده و حیات رو تا ابدالآباد. و جایی که عزیزان من و تو حقیقتاً میتونیم اتحاد و یکدلی رو تجربه کنیم، در میز مقدس عشای ربانی است. میزی که در مقابل این میز
همه ما نیازمند هستیم. در مقابل این میز مقدس همه ما فقیر هستیم. در مقابل این میز هیچ کسی هیچ ادعایی نمیتونه بکنه. در مقابل این میز همه ما اگر بیستیم مثل اشعیا میتونیم بگیم تمام اعمال نیک من در حضور این میز مثل یک پارچه کثیف و بوگندوست. در حضور این میز عزیزان همه ما میتونیم بگیم هیچ نیکویی در من یافت نمیشه. در این میزی که پر از قدوسیته، پر از نوره، در این میز هیچ کسی نسبت به یک دیگه برتر نیست، بالاتر نیست، بهتر نیست، مقدستر نیست. در این در مقابل این میز من و تو همه یک هستیم. من و تو همه یک هستیم. و اگر کسی بدون این فکر به این میز نزدیک بشه، اونجاست که پولس میگه داره به طرز ناشایست نزدیک میشه. کسی که یک دلی و اتحاد با برادر و خواهر خودش در قلب خودش نیست، یعنی خودش رو نسبت به او برتر میدونه، که نمیتونه با او یک دل بشه، نمیتونه او رو ببخشه، هر چیز دیگه‌ای که میتونه باشه. و این نزدیک شدن یک نزدیکی ناشایسته به این میزه. در اول قرنتیان باب 11 میگه هر که به شیوه ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود. مجرم نسبت به خودت نخواهی بود، مجرم نسبت به برادر و خواهرت نخواهی بود، مجرم نسبت به خون خداوند خواهی بود. هر کسی اگر با قلب تفتیش نشده، با گناه توبه نکرده و اعتراف نکرده، با کینه، با نبخشیدن، با عدم اتحاد و یکدلی به این میز نزدیک بشه، مثل دستی میمونه که کثیفه و داره دست در یک پیاله ای میبره، در یک ظرفی میبره که بقیه اون ظرف و پیاله رو کثیف میکنه، نجس میکنه، و اون نجسی و کثیفی میتونه به کل کلیسا منتقل بشه. اما هر کس پیش از آن که از نان بخورد و از جام بنوشد خود را بیازماید، خود را امتحان کند، زیرا هر که بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است. از همین روز که بسیاری از شما ضعیف، بیمار و شماری هم خفتند. اما اگر بر خود حکم می کردیم بر ما حکم نمی شد. بیایم عزیزان در این زمان دعایی که داریم، قبل از این که به این میز مقدس نزدیک بشیم، دل و قلب خودمون رو بیازماییم و بر خودمون حکم کنیم، بر خودمون حکم کنیم. اگر کینه ای هست، اگر نبخشیدنی هست، اگر غروری هست، اگر گناه های شخصی هست در رابطه ها، هر گناهی که روح خدا به تو نشون میده، خودت رو حکم کن به اون گناه. تا وقتی به این میز نزدیک میشی، من هم با شما هستم، در این میز خدا بر من و تو حکم نکنه، تا مجرم نسبت به خون و بدن او نباشیم. آمین. سرهای خودمون رو خم کنیم در حضور خدا. هللویا. هللویا. چند لحظه رو زمان بگذاریم و به این کلام خدا که امروز شنیدیم فکر کنیم. در قلبم هست که این دعا و آرزوی عیسی رو یک بار دیگه بخونم و همونطور که چشمان شما بسته است به این دعای عیسی گوش بدید. درخواست من تنها برای آنها نیست، بلکه همچنین برای کسانی است که به واسطه پیام آنها به من ایمان خواهند آورد، تا همه یک باشند، همان گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو، چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای و من جلالی را که به من بخشیدی به دیشان بخشیدم، تا یک گردند چنان که ما یک هستیم، من در آنان و تو در من، چنان کن که آنان نیز کاملا یک گردند، تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای
و ایشان را همان گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی. با هم فکر کنیم خواهر و برادر عزیز، آیا زندگی ما، قلب ما، شخصیت ما، رابطه های ما در مسیر نزدیک شدن دعای عیسی به هدفش هست؟ آیا در کلیسایی که خدا من و تو را قرار داده، این فیض رو به ما بخشیده که ما توسط کلیسایی که او به ما داده یتیم و بیکس نمانیم، آیا در این کلیسا با تمام ضعف‌ها، با تمام تفاوت سلیقه‌ها، با تمام حتی دلخوری‌هایی که شاید تو داری، اما میتونی در قلب، در فکر، در دل یک باشی؟ ای روح القدس عزیز، این تو هستی خداوند که انگیزه های ما رو بر ما آشکار میکنی، زوایای مخفی دل ما رو خداوند آشکار میکنی. این تو هستی خداوند که دل ما رو میشناسی و میتونی به ما بگی که آیا راه فساد و اندوهباری در ما هست یا نه. ای خداوند، به همگی ما قوت بده ای روح القدس عزیز، تا همونطوری که پولس از کلیسای افسوس خواست به سعی تمام بکوشیم خداوند، تلاش کنیم تا این اتحاد رو خداوند رو بتونیم نگه داریم. اگر ضعفی در ما هست خداوند، تو با مدد روح خودت و با قوت بدن و خون مبارک خودت خداوند به قوت تبدیل کن. اگر جایی خداوند تحمل ما کمه خداوند، در محبت کم میاریم برای تحمل یک دیگه، ای روح القدس عزیز، تو این ثمره نیکو و عالی محبت رو در ما خداوند تقویت کن. در ما خداوند به فراوانی بگذار میوه بیاره، تا بتونیم همانطور که تو ما رو پذیرفتی، ما هم یک دیگر رو بپذیریم. ای خداوند، این جهان نیاز داره که بدونه تو پسر خودت رو فرستادی برای نجات، و موقعی خواهد فهمید که من و ما یک بشیم، من و ما در اون یک دلی و اتحاد آسمانی قرار بگیریم. و ای خداوند، امروز با انتظار بزرگ میخوایم به این میز مقدس نزدیک بشیم، به بدن تو که خوردنی حقیقی است، به خون تو که آشامیدنی حقیقی است، به یک نان خداوند که در تمامی ما قرار میگیره، به یک خداوند پیاله که در تمامی ما خداوند جاری میشه و ما رو میتونه خداوند در اون اتحاد عمیق قلبی فراب خداوند قرار بده. و دعا میکنم خداوند، حقیقتا هر کسی که تو به او نشون دادی امروز که از قسمتهایی باید توبه کنه، اگر باعث خداوند ایجاد شکاف در بدن تو بوده و تو آشکار کردی خداوند و توبه کرده خداوند، تو او رو ببخش با رحمت خودت. و اگر کسی هست خداوند که هنوز این قدرت رو نداره، اما در قلبش میخواد که ببخشه، وقتی به این سفره نزدیک میشه خداوند، تو قوت به او ببخشه خداوند.